آقا کجا؟ تو رو خدا واسه حرف بزنه. چه حرفی بزنی بابا؟ اصلا مگه حرفی هم واسه زدن مونده؟ داداش حق با توئه، ولی یکم آروم باش. خودت نیای دنبالم. من ولت نمیکنم. اگه تو ولم نکنی چی میشه؟ ها؟ اونی که نباس ول میکرد ولم کرده. تو ولم نکنی چی میشه؟ داری حرفای سنگین میزنی. گام شو بابا تو. هیچ کدومتون رو نمیخوام. اصلا همه تون بریم بدرن. خیلی خب داد بزن. فوش بده. اگه اینطوری آروم میشی داد بزن. ولی سر ما داد بزن. زلفقار برو کنار. نمیدونم چی دارم میگم. آقا خیالتون راحت. از اولش هم میدونستم آخرش اینجوری میشه. میدونین از کجا میدونستم؟ چون اونقدر قشنگ بود که نمیتونست واقعی باشه. ولی خب نشد. سعی خودمو کردم ولی نشد. سفر من رو تو نمیتونی. معذرت میخوام. میخواستم زودتر بگم ولی تو خیلی وابسته شده بودی. نتونستم بگم. بد کردی سما. باش خیلی بد کردی. سما میخوای یه دوش بگیری؟ برات خوبه ها؟ باش باش بری. ای تو روحت، اینجا دیگه کدوم گوریه؟ حالا تو یه همچین جای مسخره بیدار شدم، به جون خودم مردم. لعنت به این زندگی. توف، جای گلوله نیست. تیر نخوردم. خوبم. هیچ جام سوراخ نشده. خون جای من خون نمیاد. حالم خوبه. خیلی خوب. خدا رو شکر. ای خدا لعنتتون کنه. اون ناکسا وقت اون چیز رو زدن مردم. آره حتما ایست قلبی کردم. آره حتما ایست قلبی کردم. سکته کردم. آره قلبم که داره میزنه. خب بایدم بزنه. قلب خیلی مهمه. باز کن دهنتو. آفرین. چطوره؟ خوشت اومد؟ خوشمزه است ماما بزرگ. نوش جونت. تو رو خدا یهویی به هم نگین. من مردم اومدم اون دنیا. بشین. بیا عزیزم آبتم بخور. نمرده باشه من الان از ترس میمیرم. آفرین. عذرخواهی میکنم. چطوری تو؟ میشه خواهش کنم 2 دقیقه بیخیالشینو بگین جریان چیه؟ ببخشید. خوب گوش کن ببین بهت چی میگم. چون منو فقط یه بار میبینی و فقط یه بار بهت توضیح میدم.
خوبه؟ تو منو میشناسی؟ شما معاون وزیرین. باید ببخشی که اینجوری آوردنت اینجا. خواهش میکنم خانم، اختیار دارین، ما به این چیزا عادت داریم، ولی من واسه چی اینجا؟ به هیچ وجه اجازه نمیدیم پدرتو لو بدی. پس اطلاعات هوای بابامو داره. نه خیر، باید پدرتو بدی به ما. بیا بغلم عزیزم. آفرین پسرم. بیا بریم. بریم عزیزم. دیگه کارم تمومه. تموم شد آقا. تموم شد. چطوره؟ معلومه دیگه. حالش خیلی بده. به تو چیزی نگفت؟ چیزی نیست که بگه. من دارم میرم. تنهاش نذار دخترم. چشم بابا، نگرانش نباش. من اینو میشناسم. بهجت داغلیجا، قاچاقچی مواد، درسته؟ اسماعیل کارایل هفته قبل تو سفرش به تایلند با شرکای اونجا به توافق رسیده. ولی این آدم صد راه پدرته. قراره بکشنش؟ بله. شما هم میخواین مانعش بشن؟ نه خیر. اگه این لامصب اینقدر خوشمزه نباشه، به زحمتش نمیارزه بخورش بهجت. این صافن خیلی عالیه. نوشه جان، فقط میدونی که تکخوری حال نمیده. من چیزی که دوست دارم و با بقیه تقسیم میکنم. بیا بگیر، تو هم بخور. خب چی میگفتم؟ از تقسیم کردن میگفتم. من با تقسیم میکنم، ولی تو تقسیم نمیکنی بهجت. میگی فقط خودم بخورم. تو رو آدل تو پال فرستده. من اینجا بودم، تو اومدی. آدل تو پالم نمیشناسم. بگذاریم. لب کلام اینه که اول همه پولو نمیتونی تنهایی بخوری عزیز دلم. وگرنه چی میشه؟ سه تا انتخاب داری. یک، راحت میمیری. دو، ناراحت میمیری. یه گزینه یه سوم هم هست. من از سومی خوشم اومد. کاش اول گوش میدادی بعد. یکی دیگه هم بخوریم؟ ازت میخوایم که دوتا کار انجام بدی. اول اینکه به هیچ وجه پدرتو لو نمیدی، و دوم اینکه تا جایی که میتونی بهش نزدیک میشی و اعتمادشو جلب میکنی و حتی بهش محبت میکنی. همه اطلاعات باندم به ما میگی. اینکه با کی کار میکنه، از کجا مواد میاره و به کی میفروشه، همشو به ما میگی. آخه یعنی چی؟ شما عقلتون از دست دادی؟ یعنی این چیزه خانم معاون. خب به جای این کارا برین دستگیرش کنین دیگه. آخه منو برای چی قاطی میکنی؟ چیزی عوض نمیشه. یکی دیگه میاد جاشو میگیره و همه چی از نو شروع میشه. به درد نمیخوره. میگین چی کار کنم؟ مواد بفروشم؟ اگه لازم باشه بله. برای جلب اعتماد پدرت هر کاری لازم باشه باید بکنی. اگه قبول نکنم چی؟ تو اشتباه متوجه شدی. این یه پیشنهاد نیست. Thank you.
برای پیدا کردن اون پسرزاله چند نفر رو کشتی. برای نجات دادن عایشه گلم که دو سه تا جسد از خودت به یادگار گذاشتی. تازه سفر و ذوالفقار هم اونجا بودن. در ضمن اینم میدونیم که هنوز با بحری عمان ارتباط داری و اینو از رئیس پلیس و پدرت مخفی نگه داشتی. من کاملا جدیم پویراز. پدرت یکی از مهره‌های کلیدی قاچاق بین‌المللی مواد مخدره و ما هم می‌خوایم این باند رو شناسایی کنیم. مثل اینکه چاره دیگه‌ای ندارم، نه؟ ماشین اسپورت هم به هم میدین؟ چی؟ اسموکینگ چی؟ اونم نمیدین؟ پول تو جیبی چی؟ ژتون غذایی چیزی نمیدین؟ اول اون کارتو تموم کن، بعدن یه فکری میکنیم. راستی با این شماره میتونی با هم تماس بگیری، فقط وقتی بهم زنگ میزنی که کارت واجب باشه. کارایل، پویراز کارایل. شنیده بودم آدم شوخی هستی، ولی دیگه کافیه پویراز. ما به وقتش باها تماس میگیریم. بفرم، از این طرف. به امید دیدار. یه وقت فکر نکنی اون شوک الکتریکی یادم رفته، بعدم به حسابتون میرسم. آخه اینم شد کار، به ملت ماشین اسپورت میدم با کلی امکانات، به ما چی میرسه؟ هیچی. قسمت نشد حداقل تو انگلیس به دنیا بیاد. مطمئنم هر دوشون میخوان خبر بد بدن. الو داداش، چی شد؟ رفتی دادستانی؟ پرونده رو نشونشون دادی؟ کدوم پرونده؟ دادستانی کجا بود؟ اتفاقات عجیبی افتاد که نگو. چی شده؟ بگو ببینم. حالا بعدم بهت میگم. بانو داره به اون یکی خطم زنگ میزنه، اونو جواب بدم. حتما میخواد خبری بد بده. مگه نمیدونی؟ چیو؟ پدر خانمت اون سالخان تو سقوط هواپیما فوت شده. چی؟ امروز صبح هواپیماشون افتاده، خانمش هم پیشش بوده. خب خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، خداحافظ. سما، از دست عصبانی نیستم، فقط میخوام درکت کنم. چرا این کار کردی؟ گفتم که فهمیدم دوستش ندارم و عاشقش نیستم. خب مثل آدم میگفتی دیگه. تو سرش نمیرفت، سعی میکرد منو قانع کنه. آخه خیلی دوستم داره. تو هم با خودت گفتی که سر سفره عقد بری و دلشو بشکنی. آسمو، خب یه جا دیگه تمومش میکردی. دست بر نمیداشت عایشه گل، بازم میومد دنبالم. سفر الان حتما دیوونه شده. عایشه گل، میشه یکم تنهام بذاری؟ مطمئنی؟ هر وقت دلت خواست زنگ بزن، زودی میام. Thank you.
چه عجب زنگ زدی؟ اگه بدونی چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاده؟ خیلی مشتاقم بدونم. سما سر سفره سفر رو ول کرد و رفت. مادر و پدر بانو هم امروز صبح فوت کردن. هواپیماشون سقوط کرده. چی؟ منم تازه فهمیدم. الان دارم میرم اونجا. سینان هم خونه منه. هنوز نمیدونه. میخواستم بگم میتونی بری پیشش. خیلی خوب باشه. همین الان میرم اونجا. خودت بیامرزدش. قربونت عزیزم. بازم که ما رو نبردن. خب نبرن چی کار کنیم؟ لعنت به این زندگی. بیفایده است. به ما که میرسه لعنت هم بیفایده است. ذوالفقار؟ آقا مدیر، دنبال سفر میگردم. اومده اینجا؟ ازم خواست به کسی نگم. کجاست؟ از راست اتاق دوم. دمت گرم آقا مدیر. شاید نتونم پیش خودم اعتراف کنم، ولی زندگیم همش با خیال بافی گذشت. میخواستم بابا ننه داشته باشم، دوستشون داشته باشم، بعدش زن بگیرم، اونم دوستش داشته باشم، بعدش هم چند تا بچه واسم بیاره و عاشقشون بشم. تو خیال خودم حتی عاشق ماشینی بودم که نداشتمش، حتی عاشق لاستیک زاپاسش بزن. خب دادا بازم عاشق میشه؟ نه، ما از اوناش نیستیم پسر، فقط یه بار عاشق میشیم. ببین چی میگه. پاشو بریم بشینیم یه پک بزنیم حالمون جا بیاد. پاشو. باز یه قولی بهم بدی. نباز هیشگیو خیلی دوست داشته باشی. زیادی عاشق هیشگی نمیشی. قول بده پسر. دادا ساکت. هیچ وقت نباست جلوی زن زانو بزنی. نباست سفره دل تو واسه یه زن باز کنی باش درد دل کنی. نباست به کسی دل ببندی. نباست عاشق بشی. چه خبرت سفر؟ داد نزن عزیز من، بچه ها خوابن. شرمنده آقا مدیر، وایزه. دیگه آرامش به این خونه بر نمیگرده. یا سفر نمیاد یا سما. همچین چیزی نمیشه. راهشو پیدا میکنیم و حلش میکنیم. والا اون سفر که من میشناسم سما رو میکشه. نفوس بد نزن پسرم، این چه حرفیه؟ خب بابا جون ما که نمیگیم بکشه، ولی سما هم بد کرد دیگه بابا جون. تموم کنین این حرفا رو ببینم. کار و زندگیتون رو ول کردین، نشستین در گوش من فقط آیه یأس میخونین.
بفرمایید. منم بهجت داغلی جا. چی میخوای؟ باید با بهری بابا حرف بزنم. چی میخوای بهش بگی؟ بابای من با آدمی مثل تو حرفی نداره. قضیه خیلی مهمه، حتما باید امشب ببینمش. بهش بگو راجب عادل توپاله. نامت سب در نمیاد، در بیادی که لعنتی. ببین مرد گنده به چه روزی افتاده. یکی طلبت خانم وکیل. یعنی گند بزنن به این زندگی. گوره بابای عشق عاشقی، به خاطر یه زن خوار و ذلیل شدم. این حق من نبود لعنتی ها، حق من نبود. دادا تو رو خدا آروم باش، التماست میکنم. دیگه چیکار کنم؟ میخوای به پات بیافتم؟ من بمیرم آروم میشی؟ جون من. پسر من خیلی دوستش داشتم، خیلی. پسر من عاشق سما بودم، من که در حقش بدی نکرده بودم، چرا گذاشت رفت آخه؟ چرا؟ تکون نخور، وایسه برم صابونه چیزی پیدا کنم درش بیاریم. چی داری میگی پسر؟ این چه کاری بود کردی؟ آخمادیر! آخمادیر بیا! اینجا چه خبره؟ بیا کمک! انگشتشو قطع کرد! چی؟ چی کار کرد؟ انگشتشو برده بیا! میگذره بانو، نگران نباش، بهت قول میدم اینم میگذره. من خیلی تنها بودم، فقط میخواستم یکی پیشم باشه. تو نبودی. زنگ زدم گفتم زودتر بیان. اونا رو من کشتم. آره همش تقصیر منه. خدا رحمتش کنه، اون سال خان مرد خوب و شریفی بود، خیلی ناراحت شدن. ممنون، خیلی ممنون، زنده باشی. شما چی گفتی؟ با منی؟ که مرد خوب و شریفی بود. آره پدر من خیلی آدم خونگرمی بود، مثلا با هر زنی که میدید لاس میزد،
انقدر به خونوادش علاقه داشت و بهش وابسته بود که به دامادش خیلی راحت تهمت زد و انداخته زندان. حتی یه سرم خجالت نکشید، حتی یه ذره، مگه نه؟ آره؟ پدرم مرد فوق‌العاده‌ای بود. وقتی من 14 سالم بود مچشو با یه زن تو تخت خوابم گرفتم. اونم با کی میخواین بگم؟ میخواین بدونی؟ با صمیمی‌ترین دوست مادرم. فقط همین نبود، فقط همین نبود که خیلی چیزای دیگه ایم میدونم، ولی بهتره نگم چون خیلی زیادن، خیلی زیاد. اون وقت مادر من فکر میکنین چی کار کرد؟ ها؟ هیچی، اصلا صداشو در نیاورد، اصلا انگار نه انگار. چرا؟ چون نمیخواست خونوادمون از هم بپاشه، فهمیدی؟ یه مسئله کوچیک و مس. وای سینان، یواش یواشتر، داغون کردی ماشینو، خیلی تون میری. نیسا این چه فضا رانندگیه؟ الانه که بزنی این ورون ور خالجم مسابقه سا نمیشه یواشتر بابا. نه بابا، از این سن باید درست روندن رو یاد بگیری، هرچی میگم همون کارو بکنی. یواشتر، مثل آدم مسابقه بدین دیگه، چیه گاز میدین همش؟ ای بابا، پس بذار بزنم کنار. بزنی کنار؟ به جای مطلق انداختن جلوتو نگاه کن. چطوری؟ من دوست داری چطور باشم؟ خوب باش. واقعا فکر میکنی میشه؟ نه، تسلیت میگیرم. ممنون. سینان که نمیدونه. هنوز نه. بانو چطوری؟ داغون. خدای من. اوف، حالا چجوری به سینان بگی؟ والا منم نمیدونم. اصلا چجوری میشه گفت؟ پسر مامان جانان تو بابا بزرگ تو سقوط هواپیما مردن. مامانت هم بستری کردی. چطوره؟ میخوای تو بهش بگی؟ نمیخوام. بابا! اوپای رو از سینان جلو زدم. وای سلام شوماخرا. خوش میگذره دیگه؟ آره؟ آره خیلی باحاله. گشنتون نیست؟ همبرگر بخوریم؟ ما غذا خوردیم. ما پیتزا خوردیم. خیلی خوب، خسته نباشین. اگه اینطوری بازی کنین دیگه، همونجا بشین. باشه. سلام. سلام، خوش اومدی. ممنون. بهری خان هستن؟ بله، بالا منتظرته. بفرمی. ممنون. بود امروز بری پیش دادستان از پدرت بگی، چی شد؟ چیزه، میخواستم برم ولی یه مشکلی پیش اومد. چی شد مگه؟ اگه بگم باور نمی کنی، پس بخیام. حالا تو بگو. ماموری اطلاعات اومدن سراغم، نمیخوان لوش بدم، میخوان بدونم پشت بابام به کی گرما باند شناسایی کنم. چی؟ منو دست انداختی؟ نه عزیزم، همچین چیزی شوخی بردانیست که دستت بندازم. ناکسا بیوشم کردن و بردنم یه جای عجیب و غریب. چشمامو که باز کردم معاون وزیر رو دیدم. معاون وزیر؟ معاون چیه؟ چرا داری پرت و پلا میگی؟ پرت و پلا نیست های شگل، ازم خواستم به بابام نزدیک بشم. ها، اون مردی که هر کاری دلش میخواد بکنه، تو هم بری برای دلش و کنارش باشی. اون وقت منم صدام در نیاداره؟ فهمیدم بابا از تو بگرم نمیشه. وای راست، تو به هم قول داده بودی. آیشه گل، تو هنوز منو نشناختی؟ من قول نمیدم که بهش عمل کنم، قول میدم که یکم زمان بخرم. بابا ما میخوایم بریم سینما، دلمون سینما میخواد. بی خیال پسرم، فیلمش دیر شروع میشه، دیرم تموم میشه. بیا بریم دیگه عمو، فیلمش خیلی باحاله. بمونه برای یه وقت دیگه عیسی جون، چون من امشب خیلی خستم. خب بعدم میریم.
یکی از افراد عادل توپال اومد پیشم. کی؟ فعلا اسمشون اگم بهتره. میخوان دودمانمونو به باد بدن. تصمیمشون جدیه. خب هر کی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه. بهجت خان، قرص و مواد کار کثیفیه. ما از کارمون راضی هستیم بحری بابا. اومدم اگه بشه کمکم کنی. چه کمکی؟ معامله میکنیم. اگه قول بدین که هوای منو داشته باشین، منم بهتون قول میدم عادل توپالو بدم به شما. با دکتر حرف زدم. خب چی میگه؟ عملش کم کم 10 ساعت طول میکشه. باید همه عصباشو یکی یکی بخیه بزنم. پس باز صبر کنیم. آخه چرا همچین کاری کرد ذوالفقار؟ نکنه چیکار کنه آقا مدیر؟ برو شک کن که یکی خالی نکرد تو مخش. یعنی من بحری و مان از یه قاچاقچی مواد محافظت کنم و هواشو داشته باشم؟ اگه عادل توپالو میخوای، آره. تو اون یارو رو دیدی؟ هنوز نه، ولی لازم باشه میبینمش. مشکلی نیست. حتی اگه بهم بگن بابات زنده میشه، بازم با آدمی مثل تو کار نمی کنم. اومدی اینجا حال و هوام بد شد. نه تو همچین پیشنهادی دادی، نه من چیزی شنیدم. الان پاشو برو گم شو. باشه، خود دانید. من هر چی باید میگفتم و گفتم. بقیهش به خودتون مربوطه. با اجازه. من بدرقتون میکنم. این فرصت دیگه گیرتون نمیاد سردالدین. شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. تو اونو بیخیال. فردا بهت زنگ میزنم. میشیریم حرف میزنیم. پس منتظر خبرتم. خدافظ. به سلامت. یواش، یه دقیقه بیدار نشه. بیدار بشه. بمبم بندازم بیدار نمیشه. بیا این پرونده رو بگیر بخوابونمش رو تخت. بده. بیا بریم. بله. ممنون. نه نه نه، من فردا صبح حتما بهش سر میزنم و حالشو میپرسم. لطف کردین، خداحافظ. کی بود؟ دکتر بانو میگه بستریش کردم، یکم بهتره. ذوالفقار، سفر چطوره؟ باش حرف زدی؟ آره حرف زدم بابا. الان تو اتاق عمله. چی شده؟ حالا چی بگم بابا؟ این دیوونه نتونست حلقه رو از انگوشش در بیاره. زد انگوشش رو از تق قطع کرد. چی داری میگی پسرم؟ جدی میگم بابا. الان تو بیمارستانیم. اگه خبری شد زنگ میزنم بهت. هاشه گل، میدونی بعضی وقتا چه حسی دارم؟ چه حسی؟ دیگه زورم نمیرسه. چند میارم؟ نفس کشیدم برام سخت میشه. انگار قراره یهوی زیر پاهام خالی بشه. من آروم پرت میشم پایین. دست منو بگیر پویراز. یکی از گم شدگان پویراز. یه فکر خیلی توپ دارم. یه روز که کار نداشتی با هم بریم یه جای بلند، دست همو بگیریم و دوتایی بپریم پایین. یعنی جوری میزنمت، یکی از من میخوری یکی از دیوار، فهمیدی؟
آخه چرا همچین میکنی؟ چرا منو میترسونی؟ مگه مرض داری؟ آیشه گل، میبینی که خوش بودن واسه ما حرومه. دست از سرمون بر نمیدارن، به همون حسودیشون میشه، زیرابمونو میزنن، برامون تشکیل پرونده میدن، بازجوییمون میکنن. هیچ کدوم از اینایی هم که گفتم نشه، سازمان ملل متحد تشکیل جلسه میده تا نظر ما خوشبخت شیم. بس، خواهش میکنم تمومش کن. خواهش میکنم. هیچی نگو. آیشه گل، چیه؟ بهت پیشنهاد میدم بیا با هم بمیری. منم بهت پیشنهاد میدم بیای با من تا آخر عمر خوشبخت زندگی کنی. تو آخر عمری که میگی خیلی پیچیده و مبهمه، منو میترسونه، استرس میگیرم. یه تاریخ دقیق به هم بگو. 2081 خوبه؟ حالا شد، تا سال 2081 خوشبخت زندگی میکنی، بعد باز راجع به این موضوع حرف میزنی. آخه تو چت شده؟ مطمئنم باز اتفاقی برات افتاده که اینجوری قاطی کردی. من مغزم درد میکنه آیشه گل، خیلی درد میکنه. ببوسش خوبشه. دوست دارم هوا تو نفس بکشم، بعدش کنارت بخوابم. صبح که شد بیدار شم، بازم منو ببوسی، بعد یه بار دیگه ببوسی، بعد یه بار دیگه همش منو ببوسی.